به فراخبر خوش آمدید در این برنامه. مدیران انتخاباتی در انتظار پولهای کمکی، چرا سرنوشت بودجه انتخابات تا کنون روشن نشده است؟ در قسمت بودجه هرچی عاجل باید تصویب شود و موضوع اطمینان حاصل کنیم. در قسمت انتخابات هیچ نواشه خوشبه وجود نداشت. ای وظیفه ملی ماست، ای وجیبه اصلا قانونی ماست و تعود اخلاقی ماست. 80 روز تا برگزاری انتخابات و 18 روز تا آغاز پیکارهای انتخاباتی. به نام خدا و شب شما بخیر. کمتر از 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، اما بودجه انتخابات تا کنون نهایی نشده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت و کشورهای کمک کننده میخواهد که هرچه زودتر این بودجه را فراهم سازند. این در حال است که رئیس جمهور غنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد. و اما چرا بودجه انتخابات تا کنون نهایی نشده است و چشم انداز انتخابات 6 میزان تا چی اندازه روشن است و چرا نهادهای نظارت کننده بر انتخابات به مدیریت انتخابات بی‌باور هستند؟ برای بحثی بیشتر آقای مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات و آقای محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اینجا با ما هستند. مهمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. آقای ایوبزاده، شما بفرمایید که بودجه وقتی کمتر از 3 ماه به برگزاری انتخابات مانده و هنوز هم سرنوشت بودجه مشخص نیست، پس چطور باید رفت به طرف انتخابات؟ بسیار تشکر، سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان. بدون شک وقتی که بودجه یک نهاد مثل کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نباشه و آمادگی لازم در نظر گرفته نشده باشه و در نهایتش سیاست هم در کشور به یک مسیر میره که حداقل توجه رو کمتر میسازه نسبت به برگزاری انتخابات شفاف، خیلی هم نگران کننده است و یک انتخابات قابل قبول و شفاف برگزاریش ناممکن خواهد بود. دلیلی که بودجه تا همین اکنون فراهم نشده دو علت داره. علت اولی که در اول وقتی که کمیسیون ایجاد شد باید قبل از قبل کار میکرد، پلان خود تقدیم میکرد و بودجه خود اختصاص میداد که برای سایکل انتخابات هیچ مقدار پول به مصرف میرسه. دومی که ما متوجه شدیم متاسفانه در روزا که تعدادی از بازیگرای جامعه جهانی نسبت به تعهداتشان وفادار باقی نماندند. ما در نتانه بخش بودجه در بخش های دیگه هم متوجه شدیم که متاسفانه جامعه جهانی زیاد علاقمندی نداره به اینکه انتخابات در اولیت قرار بگیره و انتخابات بتونه با وقت زمانش برگزار شود. چرا باید انتخابات اولویت نباشه برای جامعه جهانی؟ خب حتما خودشان بهتر میفهمند و شما هم در جریان هستین. از طریق رسانه شما اولویتاشان در حال تغییر هست، مثلا مسئله صلح هست و در نهایتش سیاست هایی که اونا داشتن تغییر کرده، سیاست های خارجیشان. و امروز شما اگر میبینید نه تنها در بخش شفافیت انتخابات هم هیچ نوع تلاش وجود نداره. تعهداتی که اینا در کنفرانس لندن، بروکسل و ژنو اینا سپردن برای مردم افغانستان که افغانستان پروسه دموکراتیک حمایت میکنن، ولی امروز به اساس یک سری شاخصه هایی که ما دریافتیم وفادار به او تعهدات نیستن و این خیلی نگران کننده است. اگر انتخاباتم برگزار شه با این وضعیت، ما میخوایم براتون بگویم که به طرف ناکامی میره، چون بخوایم نخوایم جامعه جهانی یک شریک بزرگ دولت افغانستان هست و اگر نقشش نادیده گرفته میشه و توجهی نمیداشته باشه برای برگزاری انتخابات و تقویت پروسه دموکراتیک، ما اینا رو نمیتونیم تنها مقصر قرار بدیم. اینا تلاش های خود میکنن در حد توان، ولی بودجه وابسته به جامعه جهانی حکومت است، طرحهایشان وابسته به تایید تصویب حکومت هست. خیلی از حتی مشاورینی که از آدرس جامعه جهانی اونجا کار میکنن مشورهشون وابسته به جامعه جهانی است. تنها اینا نمیتونن یک جادو کنن که حداقل ما به طرف یک انتخابات بهتر بریم. ممنون. نگرانی بزرگ همین است که جامعه جهانی نسبت به تعهداتشان وفادار نیستن و این بسیار یک نگرانی بزرگ. ممنون. خب آقای عبدالله، آل علاقمندی جامعه جهانی به انتخابات کم شده، آل اولویت نیست برای جامعه جهانی و شما هم در آغاز آنگونه که باید کار نکردیم برای تصویب بودجه. خب علاقمندی جامعه جهانی که کم یا زیاد شده یک بحث سیاسی است، میگذاریم به کسایی که تحلیل سیاسی میکنند. اما ما از لحاظ تکنیکی که کدام وظایف مربوط کمیسیون میشد ایره باید پاسخگو باشیم به مردم. چند عامل سبب نوسان در بودجه شد یا تغییر، و این تغییر زیاد نشد، کم شده رفت.
در آغاز مطابق قانون باید کمیسیون انتخابات ثبت نام الکترونیکی یا بایومتریک میکرد که ای بنا به دلایل یا بی‌علاقگی ها از پلان حذف شد، یک مقدار بودجه از این کاهش پیدا کرد. پیش رفتیم ما برای سه انتخابات آمادگی گرفتیم، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه غزنی. بعد دیدیم که کمک کننده های بین المللی ESG یا همو الیکشن سپورت گروپ، جمع UNDP یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، اینا هم علاقه به سه انتخابات نه تنها که نداشتن و گفتن که بر شما یک خودکشی است، شما صرف میتونید یک انتخابات پیش ببره. بدون شک کمیسیون انتخابات از حیث استقلال مستقل استقلال نسبی داره، یعنی تابع بودجه جامعه جهانی و حکومت است، طرف شریکای انتخاباتی هم جنای حکومت و هم کشورهای کمک کننده تقاضا و علاقمندیشان می بود که یک انتخابات. وقتی که بحث یک انتخابات مطرح شدی بودجه باز کاهش پیدا کرد و بالاخره بعد زمانی که ما همی خریداری ماشین های بایومتریک را محاسبه کردیم تعدادش کاهش پیدا کرد، یک رقم چند میلیون دلاری در هم کاهش آمد که هر کدام از این به نوبت خودش تاثیر داشت سر کاهش بودجه یا تغییر معدد بودجه. در کل 149.8 میلیون دلار بودجه پیش بینی شده کمیسیون انتخابات که از این جمله در حدود 40% یا 59 میلیون دلار زیر جامعه جهانی میپردازه. بله، ولی فعلا چالش در کجا هست؟ چرا نباید آل نهایی شود؟ امی نهایی شدن با اجرای بودجه فرق داره. نهایی شده، اجرا نشده. چگونه باید اجرا میشد؟ یک مقدار دولت افغانستان اجرا کرد در حدود 7 میلیون دلار که به ثبت نام افزایشی یا تقویتی به اصطلاح همکارای ما که یک مقدارش شد و به عملیات پیش رفت، یک مقدار دیگه از این باید اجرا شود. اما میمونه ای که زمانی که کمیسیون انتخابات، کشورهای کمک کننده، نمایندگی سازمان ملل در حضور رئیس جمهور و رئیس اجرایه و سایر شرکای انتخاباتی تقلیل پیدا کردند یا توافق به این کردند که تنها انتخابات ریاست جمهوری را پیش ببرند، در اینجا بود که یک چیز به نام پروژه دکومنت یا سند پروژه را باید ملل متحد با ما امضا میکرد که تا کنون نکرده و تا به امروزی هم که ما با شما صحبت میکنیم نکرده. این یک بخش بودجه خارجی است. میمونه بودجه داخلی. بودجه داخلی ما که طرف شما می اومدم کپی یک مکتوب برام روان کردن در واتس اپ ما، او مشکل تکنیکی اینه با عمو بعضی خلاها و نقایصی که از لحاظ قوانین مرتبط به بودجه و راهنمود بودجه بود، این بین وزارت مالیه و تیم تکنیکی ما است. ما فکر نکنم که ایده ای حد باشه که بودجه را استرداد بکنه یا رد بکنه. بودجه تصویب شده، تعهد شده، میمونه بخش اجرایی و عملی شدن از این. در بخش حکومت افغانستان من نگرانی و قدر زیاد ندارم، اما صرف نگرانی من در بخش جامعه جهانی است که در حدود یک پرسش هم اینجاست آقای عبدالله، سند پروژه را اینا باید امضا ممنون میکردم. آقای ایوب زاده، وقتی که تا فعلا که 80 روز تا انتخابات داریم نهادهای جهانی حاضر نیستن که امضا بکنن سند بودجه را با کمیسیون، یعنی چی؟ یعنی علاقمندی حال کمتر از 50% هم رسیده؟ خب وقتی که ما وضعیت مشاهده میکنیم میبینیم که اول سیاست های بازیگرای جامعه جهانی تغییر کرده و دومی که تعدادی که قبلا سپرده بودن بیشتر به او دیگر وفادار نیستن. مسئله مهمی است که ما یک نهاد معتبره که جایگاه حقوقی در قانون اساسی افغانستان داره، ما نباید همچه یک برخورد باش داشته باشیم. یک نهاد وقتی که میخواه برنامه ریزی کنه باید برای تمام سایکل برنامه ریزی کنه و نیاز بود که حداقل در اول پروسه اینا یک اسناد ارائه میکردن و بودجه نهاد و تمام سایکل یا دایره انتخاباتی ارائه میشد. حال بودجه که به اینا داده میشه شکل اصطلاحی هم جیره میتن بر از این. جیره دادن برای نهاد مثل کمیسیون اینا واقعا تاثیرات منفی بالای فعالیت های از اینا داره. اینا اگر بسیار پروفشنال مسلکی هم باشن با این وضعیت که بودجه فراهم میشه، با این وضعیتی که طرحها تصویب میشه، خیلی دشوار خواهد بود که اینا توقع مردم رو برآورده کنن. من فکر میکنم جامعه جهانی امروز اولیتش بیشتر صلح هست که صلح هم مسیرش مشخص نیست و انتخابات تحت شعای صلح قرار گرفته. ممنون. و در نهایت ادامه میدیم به صحبت های شما آقای ایوب زاده، ولی فعلا میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید.
آقای عبدزاده، ادامه صحبت‌های شما، با این وضعیت و با تصویر فعلی که ما داریم به کدام طرف میره انتخابات؟ آیا شش میزان که خط سرخ است برای کمیسیون انتخابات و رئیس جمهور که هر روز داره تاکید میکنه که باید در زمان معین انتخابات برگزار شود، شما چی پیش بینی میکنید؟ خب تلاشایی که دوستان ما در کمیسیون میکنن قابل قدر است، اینا زحمت میکشن در حد توانشان و حکومت هم شفافی و در ظاهر تایید میکنه به اینکه انتخابات بعد به وقت زمانش برگزار شود. اما چالشایی که وجود داره، مسئله بودجه یک طرف است، مسئله مشروعیت بین المللی انتخابات پیشرو دیگر طرف است، مشکلات تکنیکی خود لیست رای دهندگان که یک کورگری به یک کورگری تبدیل شده، لیست رای دهندگان پاکاریش یا پاکسازیش و تعیین رای دهنده با محلات مشخص، این هنوز سرنخ پیدا نکردیم دیگه که چگونه یک لیست میتونه تهیه شه و این رای دهنده تعیین شه با محلات مشخص. مشکلات تکنیکی و مشکلات سیاسی و عدم همکاری که از آدرس تعداد بازیگران جامعه جهانی وجود داره ما را بیشتر نگران ساخته که اول با این وضعیت برگزاری یک انتخابات قابل قبول ناممکن خواهد بود. اگر برگزار هم شود با این رویکردها و سیاست ها امکان داره که انتخابات به طرف ناکامی ببره. بسیار خوب. آقای مولانا عبدالله، آل شما با جیب خالی هنوزم شش میزان خط سرخ است براتون؟ من اصطلاح خط سرخ و سبزی گپ برام ما در زمان بندی ما همین است. بله، زمان بندی ما شش میزان است و قسمی که ما از 29 هود اولین مصوبه را که امضا کردیم شش میزان را تعیین کردیم و دو جز داشت یا دو پاراگراف داشت. پاراگراف دوم از این مشروط بر کمک و حمایت حکومت افغانستان و جامعه جهانی بود. این دو شرط به جای خود باقی است و تا کنون جامعه جهانی هم امتناع نکرده، امضا باید میکرد و اجرا باید میکرد که نکرده. اما بعضی قضایای دیگر مثلا تدارکات بین المللی به استثنای مسئله بایومتریک، موضوع چاپ اوراق رای دهی، رنگ و بعضی چیزهای دیگه که از ریزلشیت ها یا فرمای نتایج این گپا رو اونا در کوپنهاگن قرارداد کردن که کمپانی است که این گپا رو چاپ میکنه. این بودجه تقریبا اونا پروسس دارن اما ما از جزئیات از اون نمیفهمیم که چه مقدار بودجه ما در اوج مصرف میشه، چه مقدار دیگه به کدام قضایای دیگه اینا مصرف میکنن. در کل باز اونا یک پکیج مثلا 59 میلیون دلاری را از سرجم بودجه انتخابات وضع میکنن یا به عهده گرفتگی هستن و این فکر میکنم اولین باری است که بودجه داخلی افغانستان در انتخابات بیشتر است از کمک های بین المللی. چیز دیگه نگفته نمانه که تنها ما چالش بودجه نداریم، بودجه تعهد شده، بحث اجرا باقی است. ما امروز تانستیم فیصله بکنیم که او تعداد کارمندا و کارکنان موقت و دائمیه که به همین فیصله برمیگرده. بسیار مهم هم است فیصله شما آقای مولانا عبدالله و شما در یک نشست خبری انتقاد هم داشتین از این موضوع، ولی فعلا بگوین که آیا اثر میگذارد تاخیر پرداخت نشدن بودجه بر کارهای شما یا بر تقویم یا نه؟ یک مقدار بودجه به عمل پروسه ثبت نام افزایشی کار داشتیم که یک مقدار اجرا شد و فکر میکنیم سازمان ملل UNDP هم یک مقدار از این مستقیم به قراردادی های رسانه‌ای که از اجزایش ما خبر نداریم اجرا کرده که این گذشت. الا شش سرطان که انتقالات مواد ما به ولایات شروع می شود ما ضرورت بسیار جدی که مانع کار ما شوه نداریم، اما ضرورت داریم. پس کارها یک سری کارها پیش میرن در کمیسیون. بله. ولی شما بیخبر هستین و از جزئیات هم آگاهی نداریم. ما یک سری کارها را ضرور نیست که یک کمیشنر از جزئیات قضیه ما آگاه باشه، اما در قسمت در رأس مصرف بودجه ملل متحد در رأس در قضیه مصرف بودجه UNDP ما کوچکترین آگاهی نداریم و علاقمندی هم نداریم. چرا؟ این خارجی اگه عادت دارن اگه شما پرسانشان کنیم یا کرپشن میخواهند یا فساد داری، به خاطر که از این برچسب و اینا در بین کشورهای کمک کننده خوب شنونده داره گپشان. ما علاقمند به مقدار و مصرفشان سرجم هستیم اما با اجزا نیستیم. شخص خودم علاقه ندارم اما ما سر نتیجه ازی علاقه دارم. ممنون. که نتیجه ازی چی است؟ چگونه بازدهی داره؟ آیا آنچه که نیازمندی ما است امی درد دوا میکنه یا خیر ما به علاقه مند؟ ممنون. آقای ایوبزاده، فیصله نامه ای که امضا شد از طرف اعضای کمیسیون انتخابات مبنی بر این که کارمندای دخیل در تقلبای گذشته شناسایی شوند و به کیفر برسند، باور شما چی است؟ چند پیش آقای مولانا عبدالله گفت که حلقه‌های در درون ارگ در اطراف رئیس جمهور مانع میشن و مداخله میکنن و حتی کارهایی که غیر قانونی است سرعت داده میشه و کارهای قانونی به عقب انداخته میشه.
مسئله اولی که دوستای خارج ما وقتی که برنامه را تطبیق میکنن نیاز است که اینا تصمیم بگیرن و اونا همکاری کنن، چیزی که در مزرع میره مطرح کردن و در رهبری کمیشنرا هستن، هم اصطلاح افغان لد که استفاده میکنن باید هم افغان لد باشه پروزه در افغانستان و متاسفانه هم چه کاری نبوده. طرحی که فیصله که امروز اینا کردن ازش استقبال میکنیم، واقعا گام بزرگی برای اصلاحات درون سازمانی هست و ما این قبلا هم پیشنهاد کردیم که حداقل کسایی که در سطح پایین در تقلب در فساد اینا دست داشتن باید برای اونا درس عبرت داده شد تا این که اعتماد سازی هم صورت بگیره و حداقل کسای جدیدی که میان اینا وظیفه اجرا میکنن اونا حداقل همچ اشتباهات و مشکلات تکرار نکنن. این یک اقدام بسیار نیک است، ولی این که چگونه عملی میشه، ما مثلا چیزی کم 80 روز وقت داریم برای برگزاری انتخابات که از یک طرف وقت کمتر است، از یک طرف فعالیت های بسیار بزرگ مانده، بلکه شمول تهیه لیست رای دهندگان که کار خیلی دشوار است. ما امروز هم بازم این که یک کرگری به یک کرگری تبدیل شده از نقطه نظر تخنیکی، اما بهتر خود می بود که اینی طرحی که اینا با تو تصویبی که اینا امروز کردن وقت را آغاز میکردن، ولی تصویب میتونه که در عین زمان وقتی کارهای دیگر انجام میتن سر از اون تمرکز شود توجه صورت بگیره تا ای که پاکسازی شود. من فکر میکنم یک چالش کلانه که تا امروز اینا روش کار نکردن پاکسازی افراد فاسد در سطوح مختلف در ساختار انتخاباتی. تا زمانی که اونا پاکسازی نشن بازم اینی افرادی که در غز بینون کمیشنر و رئیس اینا آمدن اونا رو هم به اصطلاح هم قبرشان هم میکنن و بازم وابسته به می فساد و بدبختی های انتخاباتی میکنن. بسیار خوب آقای مولانا عبدالله، خب چقدر زمینه برابر است برای کیفردهی و شناسایی کارمندان؟ ظاهرا که شما میشناسید. اول به کاتگوریایز بکنیم کدام مردما رو ما میخواهیم که شاملی فیصله بسازیم. یک تعداد 321 پایه دستگاه بایومتریک مفقود شده، بسیار مشخص است هر کدام از این در جمع کی قید بود، عمر ولسوالیش کیست و کسایی که باید ایره بازپرس میکرد چرا نکردی مشخص است. بسیار ساده هم است ایره پرسان بکنن. 3500 پایه ذخیره برق کم و بیش مفقود شده، بسیار مشخص است در کدام گدام بوده، چگونه، کی کجا برده و این فرمای نتایج مفقود شده و دستکاریایی شده. آدم نمیتونه او را انکار بکنه که در تقلبات انتخاباتی نقش داشت. کسایی که در جمعشان قید است میشه که یا را بسیار زود شناسایی بکنن، اسناد وجود داره، جمله اوراق بهادار است، سریال نمبر داره. کی باید بکنن یعنی چی آقای مولانا؟ ما باید بکنیم که ما فیصلهش قانونمند ساختیم. دارالانشای ما باید شناسایی بکنه، سارنوالی باید مداخله بکنه، تابال باید میکرد اما چرا خاموش است من نمیفهمم. و این قضای آفتابی است، اگر خلای در کار گذشته که بوده باشد تنها کمیشنر نکرد. حالا ما کمیشنر هستیم، ما در اجزای مثلا ما گدامدار نیستیم که ریزلشید چطور از پیش ما دزدی شوه و تغییرات بیه. و چیز بسیار مهمی است که یک تعداد محلات و مراکز معلوم الحال در روز انتخابات نشده اما در کابل برای رای ساخته شده یا در مسیر را رای ساخته شده. این بسیار واضح است، این بسیار تتبع و تحقیق کار نداره. مرکز معلوم است، کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل کرده، حتی رؤسای ولایتی ما میگن که هیچ انتخابات نشده مگر رای بوده. این می رای یک کسی جور ساخته برازی. ولی اینا به قول شما آقای مولانا عبدالله فعلا هم در پست های کلان دارن کار میکنن در کمیسیون و حتی داخل روند رقابتی شدن و جایی که باید اخراج میشدن. فکر نمیکنم شامل روند رقابتی شده باشه. شما گفتین در یکی از نشست ها کسایی که باید او بس اخراج میشدن آل وارد پروسه امتحان شدن. او کسایی که من فکر بکنم که شما هم خبرنامه مرا که بخونی پنج مورد داشت، مورد پنجمش همی بود که کسایی که تقلب کرده هنوز هست جایش. چهار مورد دیگه از اون مرتبط به پروسه رقابت بود. کسانی که چنین کار را کرده تا کنون من اطلاع ندارم که شامل پروسه های رقابتی شده باشند. اگر شده باشندم دبستای بالا خو نیستند، دو اول دبستای سه و چهار هم اگر بوده باشند به مجرد ردیابی باید یاب از وظیفه سبکدار شوند و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند. چیزی که بسیار مهم است اویی است که مافیای انتخاباتی تنها کمیسیون انتخابات نیست، کارمندایش سطوح پایان، کارمند موقت، کارمند دائمی، سطوح بالا، کاندیدا و کسایی که کمیشن کار بین از جا بوده، صرافی هایی که پول داد و ستد میکرد و امثال ازی. تلاش ما ای است که اینمی افرادی که به ظاهر بسیار زود امکان پذیر است تشخیص از جا یا در قدم حال تشخیص شوند. اگر اینا تشخیص نشوند
و این مافیا انتخاباتی به قول یکی از همکارای ما دوام بکنه، ما شخصا من حیث یک شهروند و من حیث یک کمیشنر توقع کدام انتخابات شفافه ما نمی داشته باشم. ممنون. آقای ایوبزاده، خب دارن میگن که مافیا در درون کمیسیون ریشه دوانیده و تا فعلا هم ریشه ها خشکانیده نشده. چی باید کرد؟ چرا تا فعلا اقدامی نشده از دید شما؟ خب اولی رو باید بفهمیم که انتخابات یگانه نقطه دفاعی مردم افغانستان است. بدون انتخابات دیگه هیچ بدیلی نداریم و بدون انتخابات به هیچ مسیر بهتر مردم افغانستان نمیتونه بره. در کنار ازی ما چالش های خود داریم، نمیتونیم نایده بگیریم. بحث مافیا انتخاباتی، بحث افراد فاسد، کارشکنی هایی که از ادارات که حداقل نقش داره در برگزار انتخابات و مسئله نقطه ضعف های دیگه که در بحث تکنیکی وجود داره، ما کلی را میپذیریم. در نهایتش دوستایی که هستن در کمیسیون اینا مکلف هستن مطابق قانون که انتخابات برگزار شود. کل حالا با این مشکلات باید پرداخته شد. اما یک پاکاری درونی هم بسیار نیاز است. نیاز است پاکاری درونی. ما نمیتونیم مثلا در یک شبانه روز به تمام مشکلات رسیدگی کنیم. اگر درست مدیریت شود، اگر درست زمان شناسایی شود، ما مطمئن هستم که همزمان میتونن به چند مشکلی را رسیدگی کنن. ولی چیزی که در اولیت هست ایست که لست رای دهندگان پاکاری کنن. بدون لست رای دهندگان، حتی اگر بریم به مسئله بایومتریک که برای شناسایی هویت رای دهنده در روز انتخاب شما باور دارین که فهرست پاکاری شود؟ ولی مشک دارم. با شیوه هایی که به کار انداخته شده؟ من تا جایی که همین دانش تکنیکیم ختم میتم مشک دارم که هنوز میکانیزم و کارشیوه ای که بتانن پاکاری کنن هنوز نتونستن پیدا کنن. فعلا مسئول اداره سایر مسئول قرار دادن که یه وظیفه انجام بده و سیستم تذکری هم منوال است. صدها هزارو تذکری است که حداقل یک سال وقت میگیره تا اینکه پاکسازی شه. من فکر میکنم که کمیسیون نیاز داره بیشتر به نهادهای همکار بشنه، هفته آینده صادقانه حمایت کنه پروسه دموکراتیک افغانستان به ویژه انتخابات. مطمئنن که کمیشنرا در همکاری نهادهای همکار میتونن با یک مکانیزم بیان که حداقل لست یک تا حدی پاکاری شه که یک انتخابات نسبتا شفاف باشه. و در یک جمله آقای ایوب زاده، آیا شش میزان ما گواهی رفتن مردم پای صندوق های رای دهی با وضعیت فعلی میتونیم باشیم؟ از نقطه نظر تکنیکی ما زیاد مشکل نمیبینم، ولی از نقطه نظر سیاسی ناممکن میبینم برگزار انتخابات در شش میزان. ممنون آقای مولانا عبدالله. خب فهرست رای دهنده ها یک گری به گفته آقای ابزاده گری کور مبدل شده، چیگونه میشه که گری گشوده شود؟ خب و ما به طرف انتخابات با چی فهرست میریم؟ مثل گذشته ما با همین فهرست میریم. فهرست گذشته پاکاریش مشکل است. پاکاری از تا یک سال دیگه با این وضعیتی که داره امکان پذیر نیست. حتی از امو 400 هزاری که به اصطلاح پاکاری شده ما شک دارم که در بین از بعضی واقعی پس نکرده باشن. چرا مشکل در چی است؟ یک بس تکنیکی است که باید ذهن مردم ما روشن بسازیم. امو مشخصاتی که از یک رای دهنده در کتاب ثبت نام میرسید و استیکر برش داده میشد و امو مشخصات بیشتر از 50% نرسیده. فلحاظ اداره احصایه کدام آدرس دیگه نداره، علم غیب نداره که فقط از نام نام و پدر بتانه لست مقایسه کنه با تذکره. پس ما با یک فهرست پر از تقلب و آمار غیر واقعی میریم به طرف انتخابات. چیزی که هست فهرستی که موجود است. ممنون. ما اینمی فهرست با تشخیص محلات تفکیک محلات و مراکز شامل دیوایسا میکنیم، در مراکز روان میکنیم. فرصت پایان یافت آقای. تشکر. ممنون آقای مولانا محمد عبدالله از کمیسیون مستقل انتخابات و آقای نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و از شمایی که فراخبر را همراهی کردید. شب بخیر.